بچه عزیز، ما امروز میخوایم در مورد جمع بردارها صحبت بکنیم. جمع بردارا مفهومش رو میخوایم بگیم. جمع بردار یعنی چی؟ شما همین الان همونطور که دارید فیلم رو ببینید یه کاری کم کم انجام بدید، یه قدم برید عقب، بعد یه قدم برید راست. خب میتونیدم به صورت اوریب از نقطه اول بیایید به نقطه جدیدتون. دوتا راه وجود داره، یا بیایید پایین و برید راست، یا به صورت اوری بیایید. در هر دو حالت شما از نقطه اول به نقطه دوم میرسید، ولی در حالت اول توسط دو تا مسیر، در حالت دوم یه مسیر. پس نتیجه‌ای که میگیریم جمع بردارها یعنی یه برداری که برایند کاری چند تا بردار رو با هم انجام میده. خب حالا بریم با هم یه مثالی از این مبحث ببینیم. شخصی در نقطه A ایستاده است. مسیر حرکت او برای رسیدن به نقطه B در شکل مشخص شده است. این مسیر را با دو بردار نشان دهید. این شخص با چه برداری به طور مستقیم به نقطه B میرسه؟ خب اول با دو بردار نشون بدید. من با دو بردار نشون بدم. پاسخ با هم ببینیم. اول یه بردار میاد از A به C، بعد از C به B. توسط دو بردار اومد. اگه بخواد با یه بردار مستقیم بیاد این میشه بردار آبی. پس به عبارتی بردار آبی برای مجموع این دو برداره. خب مثال بعدی، نقطه A را با بردار انتقال A به نقطه B و سپس این نقطه را با بردار انتقال B به نقطه C وصل میکنیم. برداری رسم کنید که نقطه A را به طور مستقیم به نقطه C وصل کنه. ما میخواییم از A به طور مستقیم به C بریم. خب ما یه بردار رسم میکنیم که از A به طور مستقیم به C بره. پس این نکته رو باز به خاطر داشته باشیم. برداری که کار انتقال دو یا چند تا بردار را به طور همزمان انجام میدهد برایند بردارها گفته میشود. پس بردار حاصل جمع لزومی نداره که فقط جمع دو بردار نشون بده، میتونه جمع سه تا، چهار تا یا پنج تا بردار رو همزمان نشون بده.